به نام خداوند عشق و صفا که هستی به پا کرد از بحر ما که تا گنج مخفی هویدا شود جهانی خوش و مست عاشق شود که تا جام عشقی از او برزنیم خوش و مست عاشق همه ما شویم به روز مرگ چو تابوت من روان باشد گمان مبر که مرا درد این جهان باشد برای من مگر یه مگو ای دریغ دریغ به دام دیو در افتی دریغ آن باشد جنازم چو ببینی مگو فراق فراق مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد مرا به گور سپاری مگو ودا ودا که گور پرده جمعیت جنان باشد فرو شدن چو به دیدی بر آمدن بنگر غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد تو را غروب نماید ولی شروخ بود لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسان تین گمان باشد؟ کدام دل فرو رفت و پربرون نامد؟ ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد؟ دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا که های هوی تو در جب لامکان باشد و سلام و درودی به گرمی عشق به صاحب دلان و به جویای عشق و با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و هممیهنان و پارسی زبانان و به خصوص به تمامی هم نفسان و همدلان و شاگردان و دوستداران این ابرمرد عشق و عرفان سرزمین باستانی ما در سرتاسر گیتی اول این روز و این شب را تبریک و شاد باش و بعد تسلیت عرض می کنم. می دونید به مناسبت این روز که در اکثر کشورهای جهان مراسم بسیار پرشکوهی به خصوص در ترکیه، ایران و غیره و به خصوص در قونیه در مقبره مولانا برپا شده و میشه. چون امروز سال درگذشت این سلطان عشق و سلطان شعر و عرفان سرزمین باستانی ما و یکی از بزرگترین مفاخر فرهنگ و زبان و ادب و شعر پارسی و عرفان جهانه. میدونید مولانا جلال الدین محمد ابن حسین خطیبی بکری بلخی در چنین روزی و در چنین شبی که به شب وصال معروفه یا او به شب عروسی، شب وصال، شب ملاقاتش لقب دادن از این دنیای ما سفر کرد و به همین مناسبت در شروع برنامه این غزل معروف مولانا را خوندم در توضیح این که چرا این شب را به جای شب وفات شب وصال و عروسی او میخونند و چرا در چنین شبی با زیباترین موسیقی ها می خوانند و سما می کنند و بزم دارند و اونطوری که در مراسم سالگرد وفات دیگران معموله عزاداری نمی کنند و منظورم این خطه که خوندم جنازم چو ببینی مگو فراق فراق مرا به سال و ملاقات آن زمان باشد ولی اجازه بدید به علت کمی وقت از زبان قاصرم به مناسبت این شب عرض کنم به پدر روحانی من به استادم و معلمم که حدود 40 سال بر سر سفره پرنعمت او تغذیه روحی و معنوی کردم از سن 10-15 سالگی عرض کنم پدر جان عروسی مبارک تو را که پرواز کردی تو از این سرا شب عشق و وصلت مبارک پدر که رفتی به پیش خدا جامه در این جامه بدن حیوانی و خاکی رو دریده و پرواز کرده
تو بودی فرشته به اندر زمین، ز عشق و ز خوبی بودی بس مهین. با هی دو چشم به معنای بزرگتر، در این عشق گفتی بمیریم ما، که تا در سماوات آییم ما. بگفتی که تیشه بر این حفره زن، حفره بدن، حفره جسم، که آزاد گردی تو از این بدن. تو گویی ز من بهتر و بیشتر، بخوانم ز شعرت که باشد قدر. قدر میدونی توانایی و قدرت، و منظورم این شعره. بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید، چو از این ابر برآیید همه بدر منیرید. خموشید خموشید خموشی دم مرگ است، هم از زندگی است این که خاموش نفیرید.
در صدف من نیستم، من در شهوار لازم به تذکر میدونم که خود حقیر هم در سال 2007 با این گروه لیان انسامبل و به خصوص آقای سولی و همکارانشون توفیق داشتم به مناسبت هم چنین شبی، یعنی به مناسبت شب وصال مولانا، برنامه بزرگی داشتیم در سال 2007 در جیمز بریجز تیتر در لس آنجلس. و باید عرض کنم که این ابرمرد عشق و مشعلدار عشق مولانای بزرگ مانند مهتابی خیالانگیز آرام و پرنور میاد تا با پیام عشقش همه جهانیان را به روشنی و گرمی برسونه و به گفته خودش این صداش تا صد قرن بعد هم ادامه پیدا کنه. از زبان قاصر من که شنیدنی نیست، از زبان سلطان عشق شنیدنی تر است. این نیمه شبان چیست چو مهتاب رسیده؟ پیغمبر عشق است ز محراب رسیده، آورده یکی مشعله آتش زده در خواب. از حضرت شاهنشه بی خواب رسیده، این چیست چنین قلقله در شهر فکنده؟ بر خرمن درویش چو سیلاب رسیده، این چیست بگویید که در کون جزو نیست؟ کون عزیزان یعنی هستی. شاهی به در خانه بواب رسیده، بواب عزیزان یعنی دربان، این کیست چنین خان کرم باز گشاده؟ خندان جهت دعوت اصحاب رسیده، جامیست به دستش که سرانجام فقیره. اینجا فقیر منظور درویش و اهل عشق. زان آب عنب رنگ به عناب رسیده، دلها همه لرزان شده، جانها همه بی صبر، یک شمه از آن لرزه به سیماب رسیده. سیماب میدونید به مجاز هم معنای خورشید میده، هم معنای جیوه میده، و هم اگر سیم آب بخونید، آبی که به رنگ نقره و جیوه و اون رنگ باشه در اثر تابش مهتاب. آن نرمی و آن لطف که با بنده کند او، زان نرمی و زان لطف به سنجاب رسیده. میدونید سنجاب یه حیوان کوچیکیه که پوست بسیار لطیفی داره. زان ناله و زان عشق که خشک و تر عشق است، یک نغمه تر نیز به دولاب رسیده. دولاب اینجا منظور چرخ آسمانی است. یک دسته کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. ابواب جمع بابها، درها. ای مرغ دل ار بال تو بشکست صیاد، از دام رهد مرغ به مضراب رسیده. مضراب میدونید معنای زخمه هم میده.
خاموش ادب نیست مثلهای مجسم. مجسم یعنی به صورت جسد در آمده، مصور آشکار شده. خاموش ادب نیست مثلهای مجسم، یا نیست به گوش تو خداداب رسیده. و این مطلبی رو که گفتم در اول کار به مناسبت این تیکه از این غزله. میدونید من به مناسبت کمی وقت همه غزلها رو نمیخونم، شاه بیتهاش رو میخونم. خموش چندان بنالیدم که تا صد قرن این عالم در این هیهای من پیچد، بر این هیهات من گردد. پیشبینیش رو میبینید؟ دور 700 خورده سال این پیشبینی رو خودش کرده. خیال ترک من هر شب، ترک اینجا به معنای معشوقه، خیال ترک من هر شب صفات ذات من گردد. که نفی ذات من در وی همه اثبات من گردد. برآمد آفتاب جان که خیزیده گران جانان، که گر بر کوه بر تابم کمین ذرات من گردد. کمین یعنی کمتر. جهان تور است و من موسی، که من بیهوش و او رقصان. ولی کن این کسی داند که بر میقات من گردد. میدونید اشاره به داستان حضرت موسی علیه السلام و رفتن ایشون به کوه طور و ظاهر شدن بارقه از عظمت حضرت عشق و حضرت موسی بیهوش افتادن و کوه مانند ذره ذره گشتن. میقات عزیزان به معنای با قاف به معنای محل قرار و همچنین محل احرام بستن حجاج. و جای دیگر می‌فرماید که اگر مشهور شد شورم، خدا داند که معذورم. کثیر حکم آن عشقم که صد طبل و علم دارد. و بعد اجازه بدید یک نمونه دیگری را از زبان خود سلطان عشق عرض کنم که چرا در چنین شبی با زیباترین موسیقی ها طرب و سما می کنند و سرود می خوانند و بعض می گیرند و نه عزا. ز خاک من اگر گندم براید، از آن گر نانپزی مستی فزاید. خمیر و نان با دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشتم رقصان نماید. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. زنخ بربسته و در گور خفته، دهان افیون و نقل یار خواید. به در ریزان کفن بر سینه بندی، خراباتی ز جانت در گشاید. زهر سو بانگ جنگ و چنگ مستان، زهر کاری بلابد کار زاید. مرا حق از می عشق آفریده، همان عشقم اگر مرگم بساید. منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می به جز مستی چه آید. به برج روح شمس الدین تبریز بپرد روح من یک دم نپاید. ز خاک من اگر گندم برآید، ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نان و دیوانه گردد.
بیت مستانه سرایت ز خاک من اگر گندم براید ز خاک من اگر گندم براید از آن گر نان پزیم استی فضای از آن گر نان پزیم استی فضای خمیر ها نان با دیوان گردد تنورش بیت مستانه سراید ز خاک من اگر گندم براید از آن گر نان پزیم استی فضاید از آن گر نان پزیم استی فضاید خمیر و نان با تنورش بیت مستانه سرایت. ببینید عزیزان، در قونیه که خود حقیر هم تا به حال دو بار توفیق داشتم مهمان مردم قونیه، خاندان مولانا و وزیر فرهنگ و غیره باشم، مراسم پرشکوهی از 10 دسامبر تا 17 دسامبر به مدت یک هفته در سرتاسر ترکیه به خصوص در قونیه برگزار میشه و این مراسم در امروز به وقت ترکیه روز 17 دسامبر این مراسم به اوج خودش میرسه و جمعیت بسیار کثیری از سرتاسر دنیا میان و اغراق نمی کنم اگر بگم اون دفعه آخری که من اونجا بودم چند سال پیش حدود می گفتن که 50 تا 100 هزار نفر از نقاط مختلف دنیا و خود ترکیه اومده بودند اونجا، من جمله هموطنان بسیار عزیز و زیادی از ایران ما اومده بودند، از آمریکا خیلی ها اومده بودند و هر ساله میرن و واقعا این سفر تاریخی ارزش این وقت و زمان و هزینه‌ای رو که شما میکنید داره و میدونید درست در ساعت 4:20 در مقبره مولانا یک مراسمی برگزار میشه که به اصطلاح بزرگان قونیه و به اصطلاح همین آقای فاروق همدان کلپی و بعد میدونید که پس از ساعت 4:20 تموم شدن اون مراسم همه میرن به یک تالار بسیار باشکوهی که اصلا مخصوص رقص سما و این برنامه ها درست شده
و حدود چند هزار نفر میان، من جمله رئیس جمهور، نخست وزیر و به اصطلاح مقامات رسمی. و شاید این را هم بدونید که آقای اردوغان اون موقع که من بودم نخست وزیر ترکیه بود و با خانوادهش اومده بود و خود ایشون از عاشقان و دوستداران مولاناست، به طوری که اون شب در این سخنرانی نیم ساعته‌ای که انجام داد شاید حدود 20 یا 30 بار گفت حضرت مولانا، اونا مولانا رو مولانا میگن، و شاید نصف بیشتر سخنرانیش اشعار ترجمه شده مولانا رو از فارسی به ترکی میخون. البته مستحضر باشید مولانا یک تعداد بسیار بسیار کمی ابیات و اشعاری به ترکی، به عربی و به یونانی هم داره، ولی تعدادش بسیار بسیار اندک و قلیله. توجه میفرمایید؟ ولی من به همه عزیزان توصیه میکنم که این سفر واقعا سفری است تاریخی که واقعا ارزش داره، و در اون به خصوص 17 از صبح تا شب، و اگر زودتر برید در اون 7 مراسم بسیار مختلفی در اطراف شهر قونیه، در خود قونیه و ترکیه هست، و واقعا مراسم باشکوهی است. میدونید که خوشبختانه ترکیه یکی از کشورهایی است که هموطنان ما با پاسپورت ایرانی ویزا احتیاج ندارند در ترکیه. با پاسپورت آمریکایی ویزا احتیاج دارید که در فرودگاه ویزا بگیرید، ولی با پاسپورت ایرانی ویزا احتیاج ندارید و مبلغی هم نباید پرداخت کنید، در صورتی که با پاسپورت آمریکایی باید در فرودگاه به شما ویزا میدن و یه مبلغی هم حق الویزا به اونها بدید. اگر در مراسم عمدهش در 30 سپتامبر، در آستان 30 سپتامبر و 30 سپتامبر روز تولد مولانا، یا همین یک هفته گفتم از 10 دسامبر تا 17 دسامبر، که اینها رو بعد از قبل به اصطلاح تدارک ببینید، بلیت بگیرید. ولی شما هر موقع که برید خوشه، چون در اونجا که برید اولا مردم قونیه به قدری مهمان نوازن و به قدری با محبت هستن، و در ضمن میدونید که شما هر موقع که برید، یعنی من هر موقع که رفتم، این مقبره مولانا از اطراف و اکناف جهان عاشقان زیادی به دیدارش اومدن و رفتنش خیلی آسونه و هتل‌های خیلی مناسب و ارزون و خوبی هم در اونجا وجود داره. البته ما چون مهمان دولت ترکیه بودیم، ما رو در اون هتل 5 ستاره گذاشته بودن که تنها هتل 5 ستاره است در قونیه، ولی اطراف به اصطلاح مقبره هتل‌های بسیار زیاده و من هموطنان بسیار زیادی رو دیدم. ولی اجازه بدید تا وقت هست از زبان خود این عارف واصل توضیح بدم که اصلا چرا مولانا سما می کرده و چرا در این مراسم سماهای پرشکوهی برگزار میشه. و یادتون باشه در زمان خود مولانا سما امری مذموم و ناپسند بوده، و حتی میدونید وقتی که اینها پیام میفرستند برای مولانا، اون کسایی که به اصطلاح متعصبین، در جواب به اینها میگه که من مدرسه و درس و همه مقام و شغل و فلان و جاه و منزلت رو رها کردم به شما سپردم، و اگر اعتراضی دارید تا این ساز و این موسیقی رو رها کنم به شما بسپارم، که این باعث به اصطلاح سکوت مخالفان میشه. ولی علت این که او رقص سما میکرده در زبان خود شنیدنی تره. میگه رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون رهند از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مطربانشان از درون دف می زنند، مطربانشان از درون دف میزنند، بحرها در شورشان کف میزنند. تو نبینی لیک بحر گوششان، برگها بر شاخها هم کف زنان. تو نبینی برگها را کف زدن،
گوش دل باید نه این گوش بدن. پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. این خیال اجتماع برمیگرده به همون روز الستی که بارها توضیح دادم، و شاید این داستان معروف را شنیده باشید که روزی مولانا از بازار طلافروشان و طلاسازان عبور میکرد و وقتی صدای شنیدن کوبیدن چکش بر سندان را به خصوص در جلوی مغازه صلاح الدین زرکوب، مرید عاشق و مخلصش که همه دارایی و زندگیش را به پای استاد و پیر خودش مولانا ریخت، این صدا را شنید، چنان به شوق آمد که شروع به رقصیدن کرد و صلاح الدین زرکوب هم اومد و با بقیه به او پیوست و از کارگرانش صلاح الدین خواست که این کوبیدن را بدون وقفه ادامه بدهید و از تلف شدن طلا به هیچ وجه نترسید. و چون میدونید مولانا در سما استقامت عجیبی داشت، وقتی صلاح الدین خسته شد و از سما باز ایستاد، چنان از این حالت مولانا مست و بیخود شده بود که طلاها را به کارگرانش و مردمی که برای دیدن سما به دور مولانا و یاران او جمع شده بودن بخشید. میدونید مولانا او را بسیار دوست داشت و عزیز و گرامی می داشت و دختر صلاح الدین را هم برای پسرش بهاءالدین که به نام سلطان ولد معروفه خواستگاری کرد و به عقد او در آورد و همیشه هم سفارش عروسش را به پسرش می کرد. و میدونید صلاح الدین باغ بسیار زیبایی هم در اطراف شهر قونیه داشت که مولانا گاهگاهی به اونجا می رفت و همچنین صلاح الدین جانشین و خلیفه اول مولانا هم بود که پس از فوت او حسام الدین چلپی به این مقام گماشته شد در زمان حیات مولانا و همه دوستداران مولانا به این دو عزیز و شاگردان و مریدان مولانا که این نوشته ها و اشعار را برای ما ضبط کردند و جمع کردند مدیون هستند و این غزل بسیار معروف را به مناسبت همون شنیدن صدا و رقص سما در اون جایی که می کرده، این غزل را فی البداهه مولانا در اونجا سروده. یکی گنجی پدید آمد در آن دکان زرکوبی، زهی معنی زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی، زهی بازار زرکوبان زهی اسرار یعقوبان، که جان یوسف از عشقش برآورد شور یعقوبی، ز عشق او دو صد لیلی چو مجنون بند می درد، که از این آتش زبون آید صبوری های ایوبی. می دونید حضرت ایوب علیه السلام به صبر معروف بوده و میگه این آتش عشق حتی صبر ایوبی هم طاقتش را نداره. شده زرکوب و حق مانده، تنش چون زرورق مانده، جواهر بر طبق مانده چو زرکوبی کروبی، بیا بنواز عاشق را که تو جانی حقایق را، بزن گردن منافق را اگر از وی بیاشوبی. و بذارید امشب یک شرح بسیار مختصری هم از زندگی این ابرمرد عشق و عرفان و شعر و موسیقی سرزمین باستانیمون برای شنوندگان عزیزی که با او آشنایی درستی ندارند عرض کنم. مولانا جلال الدین در 30 سپتامبر سال 1207 میلادی مطابق با 604 هجری قمری در بلخ متولد شد. حدود 12 سالگی، یعنی 1 سال قبل از حمله مرگبار و وحشتناک مغول به خراسان بزرگ، یعنی 616 هجری قمری مطابق با 1219 میلادی، پدرش بهای ولد معروف به سلطان العلماء با چند صد نفر از شاگردان و مریدانش از بلخ برای همیشه هجرت کرد. یکی از مهمترین دلایل این هجرت به گفته فرزند مولانا سلطان ولد در اشعارش
خوابی بود که پدر مولانا از حمله وحشیانه مغول به خراسان بزرگ و ایران زمین دید و دانست که اون رویای صادقه است و باید جان این نوجوان و همراهان و مریدانش و خودش را از این مهلکه به در ببره. به هر حال اتفاقا میدونید که سالیان سال یک سناریوی بسیار زیبایی رو در ذهنم پروردم و مقدار زیادیش رو هم نوشتم که انشالله یک فیلم چند صد میلیون دلاری راجع به مولانا تهیه بشه، مثل همون فیلمی که در مورد مهاتما گاندی ساخته شد و اولین صحنه اون فیلم همین خواب آشفته است که پدر مولانا داره میبینه که این حمله بیرحمانه مغول شروع شده و در سر راه هر چه که هست دارن میکشند و میسوزانند و از بین میبرند. ولی به هر حال در اون زمان سلطان محمد خوارزمشاه پادشاه ایران به اصطلاح بلخ تحت ولایت خراسان بزرگ و زیر نظر او بود و یکی از آبادترین و مهمترین مراکز علمی و فرهنگی و مهد عشق و عرفان و تمدن بود. و میدونید که به هر حال این کاروان مهاجر پس از گذر کردن از نیشابور، ری، همدان، بغداد، مکه به سوریه و از آنجا سرانجام به ترکیه رفته و به دعوت علاءالدین کیقوباد سلجوقی در اول در لارنده موقعی که مولانا 18 سالش بود، سپس به قونیه در 22 سالگی مولانا میرن و در اونجا اقامت میگزینن. و میدونید مولانا سالها در خدمت پدرش و همچنین یکی از شاگردان و مریدان پدرش قبل از مهاجرت، سید برهان الدین ترمذی معروف به برهان الدین محقق، به تحصیل مشغول بود و پس از فوت پدرش در 83 سالگی یعنی در سال 1231 میلادی و هنگامی که مولانا حدود 24 سال داشت و بسیار غمگین و دلتنگ بود، تا اینکه یک سال بعد برهان الدین محقق که در مهاجرت از اونا باز مونده بود بالاخره به قونیه اومد و اونا رو پیدا کرد و مولانا از دیدن معلم کودکی خود که او را یاد ایام بسیار خوش کودکی در وطن و فرهنگ و سرزمین و پدر و دوستان خودش مینداخت بسیار خوشحال و خوشوقت شد و در سن 26 سالگی مولانا برای ادامه تحصیل لازم سوریه شد و پس از 7 سال در سن 33 سالگی به قونیه برگشت و رسما جانشین پدر شد و حدود یک سال پس از بازگشتش به قونیه ترمذی هم در سن 78 سالگی در شهر قیصریه درگذشت و به هر حال مولانا مجدداً استاد و یادگار پدرش را از دست داد و به غم فرو رفت و برای فراموشی اوقاتش را بیشتر صرف تدریس و شاگردانش میکرد و در این هنگام مولانا شاگردان و مریدان بسیاری دورش را گرفته بودند و مورد احترام دولت مردان و صاحبان مناصب و مال و جاه و مقام بود و تبدیل به بزرگترین شیخ و رهبر روحانی منطقه خودش شد تا در یک روز شنبه سرنوشت‌ساز مطابق با 29 نوامبر 1245 میلادی در سن 38 سالگی هنگامی که مولانا از مدرسه‌اش پس از تدریس روزانه برمیگشت، وقتی که از بازار پنبه فروش رد میشد، یک مردی حدود 60 ساله که جامعه بازرگانان را به تنداش با جسارت دهنه اسب زیبای سپید او را گرفت و با آوازی بلند که همگان می شنیدند فریاد زد که صراف عالم معنی سوالی دارم. و مولانا هم که با تعدادی زیادی از همراهان که همیشه اطرافش بودند از این عمل کمی برافروخت و ناراحت شد، پاسخ داد که سوال چیست؟ و می دونید که من اینو بارها عرض کردم که سوال این بود که آیا بایزید به بالاتره یا حضرت محمد صلی الله، که داستانش را قبلا توضیح دادم ولی چون وقتم تقریبا داره تموم میشه، میدونید پس از این قضیه مولانا از اسبش پیاده شد یا به زبانی و به گفتهی فرو افتاد و دست پیر مرد گرفت و مدرسه و جاه و مقام و قدرت و همه رو ول کرد و به خانه یکی از مریدانش که میگویند صلاح الدین بوده رفت و در اونجا در رو بستن و به جز چند نفری غیر حسام الدین و بهاءالدین یا سلطان ولد پسرش و عده بسیار معدودی کسی دیگری رو راه ندادن و حدود چند ماه خلوت کردن
و شمس تعلیمات فشردش را همراه با سماع و موسیقی و غیره به او یاد داد و مولانا همه چیز را رها کرد و تبدیل به عاشقی بیقرار شد و اجازه بدید از زبان خود سلطان عشق بگویم که چرا عاشق شدن را توصیه میکنه از دیوان شمس. عاشق شو و عاشق شو بگذار زهیری با زه و هه دو چشم به معنای هم نالو زاری هم پیچش شکم. سلطان بچه آخر تا چند اسیری، سلطان بچه را میر و وزیری همه آرد. زنهار به جز عش دگر چیز نگیری، آن میر عجل نیست اسیر عجل است او، جز وزر نیامد همه سودای وزیری. وزر عزیزان یعنی بار و مشقت. گر صورت گرمابه نیی روح طلب کن، تا عاشق نقشی ز کجا روح پذیری. در خاک میامیز که تو گوهر پاکی، در سرکه میامیز که تو شکر و شیری. هر چند از این سوی تو را خلق ندانند، آن سوی که سونیست چه بی مثل و نظیری. این عالم مرگ است و در این عالم فانی، گرزانش نمیری نبس است این که نمیری. در نقش بنی آدم تو شیر خدایی، پیداست در این حمله و چالیش و دلیری. چالیش عزیزان یعنی رفتاری از روی تکبر و ناز و همچنین سعی و کوشش در جنگ و جدال. تا فضل و مقامات و کرامات تو دیدم، بیزارم از این فضل و مقامات حریری. بیگاه شد این اوم ولی کن چو تو هستی، در نور خدایی چه بگاهی و چه دیری. اندازه معشوق بود عزت عاشق، ای عاشق بیچاره ببین تازه چه تیری. زیبایی پروانه به اندازه شمع است، آخر نک پروانه این شمع منیری. شمس الحق تبریز از آنت نتوان دید که اصل بصر باشی. بصر یعنی بینایی، بصیر یعنی آگاه. شمس الحق تبریز از آنت نتوان دید که اصل بصر باشی یا عین بصیری. و میدونید این یکی از بزرگترین تعلیمات مولانا در مورد شناخت انسان و درک ذهنیت اوست. اون خطی رو که خوندم و در جای دیگر هم میفرماید، تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در هوس لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. و در یک غزل معروف دیگرش میفرماید، اگر این آسمان عاشق نبودی، نبودی در جمال او زیایی. زمین و کوه اگر عاشق نبودی، نرستی از دل هر دو گیاهی. اگر در یاز عشقاگه نبودی، قراری داشتی آخر به جایی. تا عاشق باش تا عاشق شناسی، وفا کن تا ببینی با وفایی. نپذرفت آسمان بار امانت، که عاشق بود و ترسید از خطایی. همه اجزای عالم عاشقانه، و هر جزو جهان مست لقایی. و چون میبینم که وقتم به پایان رسیده، از همه عزیزان خواهش کنم که برای پراکندن سخن عشق و صلح و انسانیت و دوستی و مروت و معنویت، به خصوص با اتفاقات بسیار بسیار بد و ناگواری که چند روز گذشته افتاده، تلاش و کوشش کنید عزیزان. و شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر، و آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز.